No one is safe at all. پناهندگانی که به سوریه برمیگردن امنیت ندارن. ما مستندات زیادی از نقض حقوق بشر علیه پناهندگانی داریم که به سوریه برگشتن. حتی پناهندگانی که با اجازه دولت به کشور برگشتن. این افراد با خطرات متعددی از جمله اعدام فراغذایی، شکنجه، دستگیری خودسرانه و همچنین خدمت اجباری در ارتش بشار اسد روبرو میشن. بنابراین اقدامی برای بازگشت پناهنده ها صورت نگرفته. نه تنها پناهندگانی که بسیار دور از خانه در کشورهای آلمان، بریتانیا و جاهای دیگه هستند، بلکه حتی پناهندگانی هم که در ترکیه هستند و فقط چند کیلومتر با معره نعمان فاصله دارن، حاضر نیستن برگردن. چون خیلی خوب میدونن که چه چیزی در انتظارشونه. من فکر میکنم دولت آمریکا به اندازه کافی برای پایان دادن به جنگ در سوریه تلاش نکرده. آمریکا توانایی بیشتری برای متوقف کردن جنگ و بسیج نیروهای مختلف برای گذار سیاسی به سوی دموکراسی و ثبات داره. در طرف مقابل، سیاست روسیه اینه که رژیم اسد دوباره قدرت رو در دست بگیره و چند مقام منصب هم در وزارتخانه‌های مختلف به مخالفان بدن که در واقع هیچ ارزشی نداره، چون کنترل کشور در عمل در دست رژیم اسد و نیروهای امنیتی خواهد بود. رژیم اسد از نیروهای امنیتی هم بیرحم‌تره. شکنجه و ناپدید شدن افراد همه با دستور رژیم انجام میشه و کار اونهاست. متاسفانه استراتژی آمریکا تا اینجا خوب نبوده. ما امیدوار بودیم آمریکا در سوریه هم همون کاری رو بکنه که در لیبی انجام دادن. در سوریه حکومت فرو پاشیده و این شرایط ایدئالی برای گروه‌های افراطی از داعش گرفته تا گروه‌های تروریستی جمهوری اسلامی به وجود آورده. ایران در حال حاضر در موضع پرقدرتی در سوریه قرار داره. اونا برنامه‌های بلندمدتی برای سوریه دارن. دارن سعی می‌کنن روابطشون رو نه تنها در ارتش و نیروهای امنیتی، بلکه در همه حوزه‌های دیگه گسترش بدن و به دنبال گسترش ایدئولوژی ملاها در سوریه هستن. 80% مردم سوریه زیر خط فقر زندگی میکنن و جمهوری اسلامی سعی میکنه با پول سوری ها رو به استخدام خودش در بیاره. سعی میکنن هم در بین مردم هم در سطوح بالاتر نفوذ کنن. جمهوری اسلامی همچنین به این امید بسته که تحریم ها توسط دولت بایدن برداشته بشه و اونا بتونن فعالیت هاشون رو در سوریه گسترش بدن. جدای انداختن بین بشار اسد و جمهوری اسلامی خیلی سخته. اما برای تضعیف جمهوری اسلامی لازمه که بشار اسد رو هدف قرار بدیم و از طریق گذار سیاسی او رو کنار بزنیم. به این ترتیب ممکنه جمهوری اسلامی در سوریه شکست بخوره، وگرنه ممکنه موفق بشن. واقعا به خاطر جمهوری اسلامیه که بشار اسد میتونه همچنان به جنایتهاش ادامه بده و در برابر راه حل سیاسی مقاومت کنه.